همون عمر وقتی با این نفر روبرو میشه، شمشیر در دست داشت، کجا؟ من برای قتل محمد آمدم. حضرت عمر طاقت نکردن، میگه یک مشت میگه در پیشانی این مرد زد، میگه که با پشت زد، کار در دستش گرفت و دست و پاشا بست و برد در مسجد پیامبر پرتافت. دویده به پیش پیامبر رفت، گفت پیامبر یکی از دشمنهای سرسختی تو را دستگیر کردم، میخواهم که اگر حکم شه براری با دست خودم نابودش کنم. حضرت گفتند یک جایه میرویم. آمدن وقتی که این آدم اسیر دیدن دست و پا پیچیده، میگد پیامبر به عمر گفتند دست شکشاییم، گفتند پا و دست شکشاییم. حال بین مراسها را بینین، معامله را بینین برادر. یک آدم انچه قوقاش دازه، یک کم تر گپی بلند من گوید، تا مردن ماند دشمنی ماند در حقش میکنیم. حتی بعضی همون میگیم بیایم آشتی کنیم برادر، آشتی کنین. میگه دو آشتی چی دارد؟ من را تا وقتی هست نمی بخشمش. این خیل ما دل سخت هستیم. پیامبر میگه دستاش را کشا. حضرت عمر میگه دستای کی را کشاییم؟ یه دستای فلانی را کشاییم. آخی وای در این دست شمشیر داشت، او به نیت نابود کردن شما معبود. بله دستاش را کشاییم، پاشم کشاییم. دستاش را کشادن، پاش را کشادن. گفتن چیزی دارین که با او تعام دین؟ حضرت عمر تماما تغییر یافتن. گفتن حضرت من حیرت میشوم، یک شخصی که دشمن شما، سرسخت شما، شما دستی او را میکشایید، شما برای با تعامتیه؟ و هرچی گفتم اجرا کنیم. گفتن گفتن ما نداریم. گفتن رو از خانه من شیر بیار. گفتن رفتن شیر آوردن و این کس میگه پیامبر با دستش دادن. گفتن نوش. گفتن نوشید. وقتی نوشید تمام کرد، پیامبر گفت برای شما جواب روین، گفت به پیش زن و فرزندتون روین. حضرت عمر گفتن پیش از آنه که وای رود، بگذار ایمان بیارد بد رود. پیامبر گفت رهاش کنید. گفتن رهاش کنید. میگه رها کردن. یک صد متر رفته بود، همون شخص میگه پس گشت و آمد و گفت پیامبر بگو آن کلمه را که آدم مسلمان بشود. میگه این جوان پیامبر گرامی گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسوله، بگو این کلمه را. میگه این کلمه را گفتن. حضرت عمر گفتن الحال من پرسیدم، تو را مجبور کردم، ایمان نآوردی، اندک قدم زدی بعدن ایمان آوردی. گفت اگر در این حالت ایمان می آوردم، هر آینه شما گمانی بد میکردید که من از ترسی شما ایمان آوردم، ولی این بازگشتی من گفت به خاطر آداب پیامبر است، به خاطر این معامله پیامبر است، به خاطر این کاری از پیامبر دیدم، این در حقیقتم پیامبر است. گفتن دادر عزیز و گرامی، کوشش کنیم که راه پیامبر راه ما باشد، همین آدمی باشیم که خار نباشیم، درشت سخن نباشیم، آدمی بد اندیشه و بد قهر نباشیم و در آخر آدمی عادی باشیم.